در سکوت پیش از سپیده دم آژیر آماده باش در یکی از پایگاه های میانی کشور زنگ می خورد آشیانه ها یکی یکی باز می شوند و تصویری که حالا پیش چشم همه نشسته چیزی فراتر از هواپیما های فولادی است مجموعی از پلتفرما که با نخهای نامرئی داده پیوند خورده اند و یک نیروی تازه نفس دیجیتال را شکل می دهند نام پروژه در دفتر فرمان ساده و بیالایش نوشته شده است نام آن پروژه همپرواز است اما آنچه در عمل رخ می دهد چیزی از شبیه به باز تعریف نبرد هوایی در آغاز نقش ای آی شبیه به فرمانده مطلق نیست که به صورت یک همراه سریع و دقیق تعریف می شود جنگنده ای که قرار است به کمک هوش مصنوعی مجهز شود نخست باید اطلاعات را بهتر ببیند رادار، حسگرهای فروسرخ، دوربینهای های دادههای داده های الکترونیکی و اطلاعات پهبادی همه وارد یک فیوز داده می شوند و الگوریتم هایی که ماها در آزمایشگاه ها آموزش دیدهند آنها را به تصویر واحدی تبدیل می کنند برای خلبان نتیجه چیزی شبیه به یک نقشه ذهنی است نه فقط نقاط دشمن که احتمال حرکت، سطح تهدید و گزینه های محتمل واکنش به صورت پیشنهادی ظاهر می شوند. در یکی از نخستین گشت های آزمایشی که برای ارزیابی سامانه انجام شد خلبان گفت احساس می کنم یک نفر دیگر کنار من است که خستگی ناپذیر نگاه می کند و مهندس نرم‌افزار که در عقب سالن مانیتور را نگاه می کرد خسته اما راضی لبخند زد این یک نفر دیگر همان الگوریتمی بود که در کسری از ثانیه ده ها سناریو را شبیه سازی و نتیجه محتمل را برای تصمیمگیری انسان فهرست می کرد. اما این تنها آغاز بود لایه مهم بعدی همکاری دست جمعی میان پلتفرم جنگنده ها دیگر تنها پرنده های واحد نیستند آنها رهبران کوچک یک گروه هستند که پهبادها، گره های شنود الکترونیک و ایستگاه های راداری را همراه دارند در یکی از سناریوهای های تمرینی ثبت شده یک جنگنده مجهز به ای آی در ارتفاع میانی پرواز می کرد کو کوچک شکاری در پیرامون حرکت می کردند. یکی نقش چشم پیشرفته را داشت دیگری به عنوان تقابل الکترونیک عمل می کرد و سومی توم ساز نصب شده بود. الگوریتم مرکزی وضعیت میدان را تحلیل می کرد پهبادها را برای بهترین چینش آرایش میداد و به خلبان پیشنهاد میداد که کدام پهباد را در لحظه نخست به جلو بفرستد رفتار دشمن از نوع مانوف تا الگوی انتشار سیگنال در کسری از ثانیه تفسیر شد و نتیجه این هماهنگی چیزی نبود جز اتخاذ تصمیمی محافظ کارانه اما پراگاه خلبان به جای رفتن به درگی مستقیم مسیر دیگری را انتخاب کرد که اطلاعات بیشتری از دشمن به دست آورد و در عین حال ریسک را پایین نگه داشت. یک تصمیم ساده بعدها به عنوان الگویی از نبرد اطلاعات محور در جلسات راهبردی بازخانی شد در سطح فناوری مسیر این تحول از چند گره کلیدی عبور می کند اول جمعآوری و مدیریت انبوه داده دوم الگوریتم های یادگیری که باید در برابر خطاها و داده های ناقص مقاوم باشند و سوم زیرساخت های امن ارتباطی و سایبری که اجازه بهره برداری از تصمیم های ماشین را بدون تبدیل آن به نقطه آسیب پذیر بدهند. در یکی از جلسات فنی که نگاتیو آن به طور خلاصه در اسناد داخلی ذکر شد مهندسان بر این نکته تاکید کردند که الگوریتم ها باید قابل توضیح باشند به این معنا که زمانی که به خلبان پیشنهادی ارائه میدهند دلیل پیشنهاد به صورت مختصر و قابل فهم نمایش یابد نه صرفا یک دستورالعمل سیاه باشد این نکته ظاهرا ساده اما در واقع گرهی اخلا و عملی عظیم بود زیرا اعتماد انسانی به ماشین تنها زمانی شکل می گیرد که انسان بداند ماشین چرا چنین پیشنهادی ارائه کرده است یکی دیگر از ابعاد مهم امنیت است هوش مصنوعی در هر سامانه ای می تواند هدف حمله های فریبامیز قرار گیرد داده های جلی که الگوریتم را گمراه می کنند یا سعی می کنند رفتار پیش شده آن را برهم زنند در سناریویی که در مرکز امنیت سایبری شبیه سازی شد سناریوی حمله ای طراحی گردید که اطلاعات یک پهباد را به گونه ای تغییر می داد که الگوریتم به اشتباه تشخیص تهدید از درون را به عنوان حمله فراگیر تفسیر کند پیامد آن دستور اشتباه برای اجرای مانوری پرخطر بود که اگر در میدان نبرد واقعی رخ میداد میتوانست زیانآور باشد از آن روز یک اصل اساسی در طراحی مخابرات و AI ای آی ابلاغ شد همیشه مکانیسم بازگشت به انسان تصمیمگیر وجود داشته باشد و تمام پیشنهادها قابل قطع و کنترل باشند این قاعده نه تنها ملاحظات اخلاقی را پوشش میداد بلکه یک ضرورت عملی برای تضمین پایداری سامانه بود از منظر تاکتیکی راه بردی ظهور جنگنده های هوشمند پیامدی دوگانه دارد در یک سو قابلیت تشخیص زودهنگام هماهنگی بهتر میان لایه های دفاعی و توان انجام مانوف های پیچیده بدون به خطر انداختن خلبان سطح بازدارندگی را بالا میبرد در سناریویی که بعدها در گزارش های غیر رسمی منتشر شد جفت پروازی های هوشمند توانستند یک عبور ناشناس در ارتفاع بالا را بدون شلیک و با جمعآوری کامل اطلاعات خونسا کنند رویدادی که در تحلیل ها به عنوان نمونه کاهش خطر مواجه ناخواسته تعبیر شد اما در سوی دیگر داشتن چنین توانایی می تواند رقابت فناورانه را در منطقه تشدید کند همسایگان شاهد افزایش دقت و سرعت تصمیم گیری خواهند بود و طبیعتا یا خود به سرعت دنبال توسعه توانمندی های مشابه خواهند رفت یا راه های مقابله الکترونیکی و سایبری را تقویت می کنند بنابراین پیام نظامی این فناوری قدرت است ولی قیمت آن افزایش حساسیت و لزوم مراقبت مستمر در میدان دیجیتال است. یکی از بخش هایی که در عمل می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند استفاده ای, ای آی برای کاهش اشتباهات انسانی در شرایط پیچیده و فشار بالا است تصور کن سحنی در شب در ای شلوغ یک هشدار راداری بر پایه نویز و داده های پراکنده ظاهر شود و خلبان تنها با دانشی ناقص ناگزیر به تصمیم گیری است الگوریتم با ترکیب سابقه اتصالات راداری داده های هواشناسی، اطلاعات پهپادی و تحلیل الگوهای رفتاری پیشین یک درجه اطمینان محاسبه شده به خلبان پیشنهاد می دهد و گزینه هایی را که کمترین ریسک را دارند اولویت بندی می کند. در واقع این کار باعث می شود تصمیم گیری کمتر بر اساس حد و تجربه فردی و بیشتر بر پایه شواهد تجمیعی صورت گیرد این همان چیزی است که مهندسان پروژه آن را کاهش هزینه اشتباه می نامند و در محیطی که هر اشتباه می تواند پیامدهای نظامی و انسانی بزرگ داشته باشد چنین قابلیتی ارزشمند است با این وجود مسیر نهایی تبدیل این سناریو به واقعیت پستی ها و بلندی های بسیاری دارد ساخت پایگاه های داده ملی آموزش گسترده خلبانان و تکنیسین ها تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی برای حد و مرز اختیار ماشین و به خصوص حصول اطمینان از خود فنی برای جلوگیری از قطع زنجیره تأمین خارجی همه از گره های عملیاتی که باید باز شوند. در یکی از مستنداتی که بخش اندکی از آن منتشر شد نوشته شده بود که کشور باید بین نمایش نمادین فناوری و ساخت زیرساخت پایدار یکی را انتخاب کند انتخاب نادرست می تواند پروژه را به یک نمایش تبلیغاتی تبدیل کند انتخاب دقیق اما کن و پر هزینه تری خواهد بود ولی نتیجه ساخت توان واقعی و پایدار است پایان این روایت چنان که فرماندهان و مهندسان در جلسات آخر گفتند هنوز نوشته نشده است اما تصویری که تاکنون ترسیم شده روشن است جنگنده های آینده ایران قرار نیست فقط پرواز سریعتر یا پنهانتر باشند آنها قرار است با ذهنیت دیجیتال پرواز کنند مغزی که داده ها را سریعتر از هر انسان پردازش می کند، همکاری را سازمان می دهد و در عین حال تحت نظارت انسانی عمل می نماید وقتی اولین واحدهای آزمایشی این قابلیت را در مأموریت‌های مرزی عملیاتی کنند برای همسایگان و تحلیلگران منطقه‌ای پیامی روشن خواهد بود میدان نبرد دیگر صرفا محل قدرت فیزیکی نیست بلکه عرصه تصمیمگیری سری و اطلاعات محور شده است و این همان جایی است که آینده هوایی ایران آرام و پیوسته میکوشد وارد آن شود با احتیاط با آزمون و خطا و با اینکه همیشه یک دست انسانی آماده بازگشت به فرمان خواهد ماند به ویژه آنکه نوع طراحی و شکل ظاهری طرح عم... اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما